شخصیت اصلی فیلم این هفته ما در فضای مدرن پرسه می زد. اما از زندگی سمج خودش می ترسید. صادق هدایت کسیه که هنوز هم به عنوان قله‌ای حیرت انگیز و مدرن برای روشنفکری و ادبیات ایران شناخته میشه. اما این مرد ناراضی، طناز، شوخ و شنگ و گیاهخوار در چه زمانه ای زندگی میکرد؟ جهان این نویسنده افسانه‌ای و رازناک چگونه جهانی بوده؟ با ساکنه خانه شماره 37 بیشتر آشنا بشیم. سلام، خوش اومدید به برنامه آپارات این هفته. حسن سرچو هستم. صادق هدایت یکی از اولین ممنوع القلم های تاریخ ادبیات ایران به شمار میاد. او که طناز و شوخ و شنگ در نوشتن و گفتن بود، خسته از روزگار روز 19 فروردین سال 1330 در پاریس به آپارتمانش رفت، در و پنجره ها رو به روی خودش بست و شیر گاز رو باز کرد تا خودش رو از دست زندگی خلاص کنه. شیر گاز کار خودش رو کرد، ولی هنوز کسی نتونسته جلوی زندگی کتاب ها، آثار و افکار صادق هدایت رو بگیره. او در زندگی آثار و مرگ شیوهی خاص و منحصر به فرد داشت. موافقان و مخالفانش بسیارن، اما کسی نمیتونه تأثیر شگفت‌انگیز او بر ادبیات امروز ایران رو انکار کنه. صادق هدایت به خصوص با بوفه کورش در سطح دنیا هم برای اهل ادبیات به خوبی شناخته شده است. از خانه شماره 37 مستندی هست ساخته مشترک سامی کلانتری و محسن شهرنازدار درباره زندگی و مرگ صادق هدایت. سامی کلانتری در ایرلند مدتی سینما خونده و در ایران به عنوان مجری طرح، تهیه کننده و کارگردان فعال بوده و کارنامه درخشان در سری سینمای مستند ایران داره. محسن شهرنازدار هم تحصیل کرده انسانشناسی و محقق مطالعات قومی و علوم اجتماعی هست. او سینمای مستند رو با ساخت فیلم‌های اتنوگرافیک دنبال کرده و چند مستند پورتره هم ساخته. از خانه شماره 37 فیلمی هست که به گفته سازندگانش ساختش حدود 8 سالی به طول انجامیده. علی امینی نجفی نویسنده و منتقد هنری که مقالاتی رو درباره صادق هدایت هم نوشته همراه ما هست تا بعد از فیلم بیشتر درباره صادق هدایت و همینطور این فیلم صحبت کنیم. خیلی ممنون و متشکرم از حضورتون آقای امینی در برنامه این هفته ما. خب، به اتفاق شما و بینندگان فیلم از خانه شماره 37 رو به تماشا بنشینیم، بعد درباره اش صحبت میکنیم. از راوی زخم‌هایی مثل خوره: به طور کلی مرا موجودی دائم الخمر که از زن نفرت دارد و خطرناک است و لامذهب و گیاه‌خوار هم می باشد معرفی کرده بود. مقصود پاپوش دوزی بوده. از زندگی و مرگ صادق هدایت: طرفدار افکار چپ و حزب توده بود، اما بعدها سخت مخالف شد. از خانه شماره 37 این هفته در آپارات. بیش از نیم قرن از درگذشت صادق هدایت، نویسنده بزرگ ایرانی، گذشته است. هدایت نخستین نویسنده مدرن در ادبیات داستانی ایران است که بر نویسندگان پس از خود تأثیر عمیقی داشته و ادبیات مدرن ایران را پایه‌ریزی کرده است. آثار هدایت از آغاز با بیمهری مجامع سنتی ایران روبرو بوده و هنوز هم اجازه انتشار رسمی ندارند. با این حال، علاقمندان او آثارش را از راه‌های غیر رسمی تهیه کرده و می‌خوانند. داستان‌های هدایت به بسیاری از زبان‌های خارجی ترجمه شده و رمان بوفکور او را جزء 10 رمان برتر سورئالیست جهان قرار دادند. در ایران اما نوشته‌های هدایت از حوزه آکادمیک ادبیات فارسی حذف شده‌اند. صادق هدایت در 19 فروردین سال 1330 در پاریس خودکشی کرد. از همون ابتدای اعزام به بلژیک توسط کارت پستال هایی که برای پدرش و برادرش
میفرستاد عدم رضایت خودش رو اعلام میکرد از اینکه اینجا جای مناسبی نیست و من میل دارم برای ادامه تحصیل بروم به پاریس. تصدق حضور مبارکت کردم. اقدامات حضرت عالی که به جایی نرسید و بالاخره خواهی نخواهی به اینجا روانه شدیم. در اینجا به هیچ وجه به بنده خوش نمیگذرد و خیال بنده راحت نیست. تصدقت کردم. چندان که قبلا اطلاع مسافرت خودم را به فرانسه داده بودم، روز 23 فوریه وارد پاریس شدم و پس از ملاقات با سرپرست بنده را در کشان در نزدیک پاریس به پانسیون گذاشت و امروز پس از دادن امتحان ورودیه برای 3 ماه آخر سال 500 فرانک فرانسه گرفتم. از خانه شماره 37 رو تماشا میکردیم، ساخته محسن شهرنازدار و سامع کلانتری، روایتی مستند از زندگی صادق هدایت که در اون فیلمسازان سعی کرده بودن با ارائه مجموعی از نظرات دوستان و نزدیکان صادق هدایت و همینطور صاحب نظران تاریخ و فرهنگ معاصر ایران و همچنین با ارائه اسناد و مدارک و نامه های خود این نویسنده و همینطور از زبان خود صادق هدایت زوایای ناشناخته ای از حیات اجتماعی و فردی این نویسنده منحصر به فرد رو به تصویر بکشن. برای صحبت در مورد این فیلم و همینطور صادق هدایت، علی امینی نجفی، نویسنده و منتقد هنری از آلمان همراه ما هست. آقای امینی، خیلی خوش آمد میگم مجدد به شما برای حضورتون در برنامه این هفته ما. شما درباره صادق هدایت مقاله زیاد نوشتین و همطور هم روزگاری سعی کردید که فیلمی رو درباره صادق هدایت بسازید. از نظر شما فیلمی که دیدیم چگونه فیلمی بود؟ رو هم رفته من فیلم رو خیلی مثبت دیدم، یعنی به نظر من واقعا یک پورتری شایسته صادق هدایت به عنوان شاخص‌ترین نویسنده مدرن ایران. همیشه لیاقت داشته که چنین پورتری درباره او ساخته بشه و به نظر من با این فیلم تا حد زیادی این انتظار محقق شده و رو هم رفته فیلم با شرایطی که ما میشناسیم وجود داره، با کمبود مواد تصویری که باش رو به رو هستیم و مسائل و مشکلات فنی دیگه، فیلم خیلی خوبی هست و هم جمع و جوره و هم از نظر اطلاعاتی مفیده و به ویژه چیزی که برای من مهم بود با سیر داستانی که حرکت میکنه فیلم، حتی خواننده یا تماشاچی غیر وارد رو هم جذب میکنه و با خودش پیش میبره تا نهایت. خیلی جالب بود به نظر من. به نظر شما چه چیزهای دیگه ای رو میشد به این فیلم به عنوان نگاهی به زندگی صادق هدایت اضافه کرد؟ به نظر من فیلم یک راندومان اگه بگیریم، فیلم بیشتر سمتگیری ها یا دیدگاه ها رو درباره هدایت رو منعکس میکنه به خوبی. چند نفر بودن که خب من کاری که انجام میدادم با اونها هم گفتگو کرده بودم. یکیش آقای اسحاق‌پوره که در پاریس هستش، صحبت های تازه ای داشت به خصوص در ارتباط با رابطه هدایت با مدرنیته. آقای اسحاق‌پور تأکید میکرد که هدایت روشنفکر تیپی که روزگار برزخیه، روزگاری که از مدرنیته به مدرنیته نرسیده و از سنت هم نمیتونه، یعنی مدرنیته دلشو برده، مشتاق مدرنیته هست ولی سنت ها اجازه نمیدن که جدا بشه و به این مسیر حرکت کنه، روشنفکر برزخی به قول معروف. از جنبه ادبی فیلم زیاد نپرداخته به هدایت و خب شاید به خاطر این بوده که به پوبلیک یا مخاطبان عامتری توجه داشتن به این مسائل نپرداختن. راجب بوفکور صحبت میشه ولی راجب داستانهای کوتاه هدایت صحبت نمیشه، در حالی که به اعتقاد من هدایت بیشتر داستان کوتاه نویسه. تنها رمانش در واقع بوفکوره که یک رمان کوچیک یا کوتاه به نظر میرسه، یا حاجی آقا مثلا، ولی در مهارت بزرگ هدایت در ژانر داستان کوتاه اوست که در واقع این ژانر رو وارد ادبیات مدرن ایران میکنه و بقیه افراد دیگه، حالا البته فضل تقدم جمالزاده رو نمیخوایم نادیده بگیریم، ولی به عنوان مدرن کلمه، به عنوان یک ژانر مدرن با یک چارچوب، با یک استیل جمع و جور و بسته، این رو هدایت به ایران وارد میکنه و کسانی که در این ژانر قلم زدن مثل ابراهیم گلستان، جلال آل‌احمد، صادق چوبک و غیره تحت تاثیر هدایت بودن، یا میشه گفت که این ژانر رو از او
اقتباس کردن یا فرا گرفتن. همونطور که در این فیلم هم نشون داده میشه و گفته میشه، صادق هدایت هم در نوشته هاش هم در کتاباش درباره میل به خودکشی یا خودکشی کردن زیاد نوشته و بحثایی هم مطرح میشه، از جمله نگاهی وجود داره که انگار که وقتی میخواسته به فرانسه سفر کنه در حقیقت چون این قصد و نیتی رو داشته. شما چی فکر میکنید؟ از نظر شما و با مطالعاتی که شما داشتید آیا چون این چیزی محتمل هست یا اینکه خیر؟ من فکر نمیکنم. ببینید هدایت از هر نظر در موقعی که اومده به پاریس به آخر خط رسیده بوده. اینجوری نیست که او برای مثلا خودکشی به پاریس اومده، اصلا اینجوری نیست. شما اولا او حتما میخواسته در فرانسه بمونه. اگر به نامه هاش رو مراجعه کنید در اونجا میگه که از محیط ایران دیگه عقش گرفته بوده، شرایط سیاسی و اجتماعی، شرایط سیاسی در واقع هرج و مرج بوده، امیدهای او که بسته بوده به حزب توده همینو برباد رفته بوده، از نظر اجتماعی جامعه در جا میزده، دچار یک هرج و مرج فرهنگی بوده، به هر حال ایران رو نمیتونسته تحمل کنه، میخواسته در فرانسه زندگی کنه. خب در فرانسه مجسم کنید حالتشو، واقعا یک پناهنده مستأصله، واقعا درمونده است در فرانسه، درآمد نداره، کار نداره، حتی اقامت درست حسابی به قول معروف درست درمونی در فرانسه نداره. توی یکی از نامه هاش می نویسه که با زحمت و گرفتاری و بدبختی موفق شده برای 2 ماه فقط اقامت بگیره. تلاش میکنه در همون فرانسه، کسی که بخواد خودکشی کنه همچی تلاشی نمیکنه، تلاش میکنه در از آلمان یا سوئیس یا انگلیس اقامت بگیره که بتونه مهاجرت کنه به یکی از این 3 کشور. تمام این تلاش ها ناموفق میمونه. در یکی از نامه‌هاش خیلی به نظر من کلیدی و تعیین کننده است، از تمثیل شسته استفاده میکنه. میگه وضعیت خودش رو به یک آدمی که یک حیوان شسته، شسته یعنی یه حیوانی که تحت تعقیبی که از همه طرف در تنگنا قرار گرفته و میدونه که دیر یا زود گرفتار میشه، خفت و خاری رو نمیتونسته زیاد تحمل کنه. یک به نظر من یک اشرافزاده خودآگاه بوده و نمیخواسته بیش از این خودش رو ضایع کنه. از طرف دیگه شکیبایی او هم کم بوده. از طرف دیگه گفته میشه که کشته شدن رزمارا در ایران خیلی مؤثر بوده که شوهر خواهرش بوده و برخلاف اون چیزی که در اینجا گفته میشه، من شنیدم از منابعی که من تحقیق کرده بودم، هدایت خیلی به او امید داشته که بتونه در واقع شر دربار پهلوی رو کم کنه. و وقتی که از کسان موثقی من شنیدم که وقتی که کشته میشه رزمارا و به دست اتفاقا کسانی کشته میشه که هدایت از اونها بیزار بوده، متنفر بوده، این یک ضربه قاطعی بوده که او رو مصمم میکنه به اینکه به زندگی خودش باید. به هر حال من نمیدونم هدایت در اون وضعیتی که داشته اگر خودکشی نمیکرده چه میکرده، و در اون موقعیت اگر خودمون قرار بدیم و در با در نظر گرفتن ذهنیت و روحیات هدایت که از کودکی میدونیم از مرگ هیچ باکی نداشته و فکر میکرده که چند روز زودتر یا دیرتر زیاد تأثیری در سرنوشت آدم نمیکنه، خب در اون موقعیت به نظر من تنها کاری بوده که میتونسته انجام بده. آقای امینی، صادق هدایت در چه زمانه و چه عرصه‌ای زندگی میکرده و حضور داشته؟ به عبارت دیگه محیط اطراف صادق هدایت چی بود که او رو تبدیل به صادق هدایت کرد؟ ببینید هدایت موقعی که سفر اولش به خصوص که خیلی تعیین کننده است در شکلی ذهنیت و جهانبینی او به فرانسه میاد، خب اونجا اوج در واقع جریان‌های مدرنیته است، مثل مدرنیسم هنریه، مثل سورئالیسم یا اکسپرسیونیسم در سینما. هدایت خیلی تحت تاثیر اینا قرار میگیره. در بوفکور فضاهایی هست که یادآور فیلم‌های اکسپرسیونیستی هست. این فضاها رو جذب میکنه و با همون امیدها به جامعه ایران، یا جامعه ایران تغییر کرده به طبعا در زمان رضا شاه، مدرن شده تا حدی، ولی نه تا اون حدی که هدایت انتظار داشته. در نتیجه با یک سرخوردگی ناامیدی شدید روبرو میشه. وقتی که اون هیجانات دهه 1920 پیش میاد، مثل همه یا میشه گفت قریب به اتفاق نویسندگان ایرانی، جذب میشه به حزب توده. این تلاش ها به هیچ جا نرسید، یعنی از نظر سیاسی یک انسداد ایجاد شد. دردسرها و گرفتاری‌های دیگه که هدایت رو واقعا از محیط خودش بیزار کرده بود و متنفر کرد، باعث شد که او به فرانسه بره. هدایت عمیقا به قول رمبو عمیقا مدرن بود
و جامعه خودش رو مدرن دوست داشت، در حالی که سیر جامعه در واقع چیز به قول معروف هشلهفی بود که نمیتونست با سلیقه و ذوقیات او همخوان باشه. و اصلا حتی با وجود همه اینها چرا صادق هدایت رو قله روشنفکری ایران یا یکی از قله های روشنفکری در ایران میدونیم و همطور در ادبیات ایران؟ اهمیتش در چه هست؟ هدایت به نظر من یک قطب در روشنفکری ایران، بیش از اینکه ارزش ادبی داشته باشه که خیلی ها میتونن انکار کنن غیر از البته شاهکار بوف کورش، یک قطب روشنفکریه. ما روشنفکری ایرانی در دهه های 40 و 50 در واقع میراثخوار ذهنیت هدایتیه. صادق هدایت از تمام شواهد برمیاد که آدم خیلی بانفوذی بوده، به قول امروزی ها آدم کاریزماتیک بوده. تمام آدم هایی که از کنار هدایت رد شدن تحت تاثیرش قرار گرفتن و همون کافه فردوسی که در واقع پاتوق تیپیک روشنفکرهای دهه 20 هست، مرکز اونجا در واقع شمع اون جمع صادق هدایت بوده. آدم ها اگر اونجا می رفتن مثل گلستان، چوبک، بزرگ علوی، فرزاد یا انجوی و دیگران، همه به خاطر هدایت ما می دونیم به اونجا می رفتن. صادق هدایت رو همه قبول داشتن، اولا به خاطر اینکه مهمترین رمان مدرن ایران رو نوشته بوده و اینو همه می دونستن، رمان بوف کور، و دیگر اینکه تنها نویسنده ایرانی بوده که در خارج هم معتبر بوده، یعنی مهر تایید جهان ادبی خارج روش خورده بوده. این کم نیست که آدمی مثل آندره برتون مثلا درباره یک کسی اینجوری صحبت کنه که کارش رو یک کار سورئالیستی درجه یک قلمداد کنه. خب بسیار ممنون و متشکرم آقای امینی از حضور شما در برنامه. این هفته در لحظات پایانی برنامه هستیم. از طریق راه‌های ارتباطی که اینجا داره زیرنویس میشه شما برام بنویسید که فیلم رو چطور دیدید و چقدر با صادق هدایت و آثارش آشنایی دارید. تا هفته آینده و یه دیدار دیگه، بدرود و مراقب سلامتی خودتون و دیگران باشید.